همیشه یه پلی‌استیشن 4 قابل حمل داشته باشی، ویدیو رو باید تا آخر ببینی. پس به اپیزود جدید اتاق بازیمون خوش اومدید. کنسول دستی خدایی یه چیز دیگه است. شما فکرشو بکن، توی یه روز گرم تابستونی بشینی جلوی کولر، لم بدی و با اون آتاری دستیای قدیمی بازی کنی. بعید میدونم که گیمری باشه که این کنسولا رو تجربه نکرده باشه. کنسول قابل حمل یه جادوی خاصی داره. اینکه بازی مورد علاقتو میتونی توی کوله پشتیت بذاری و هر جایی که دلت میخواد ببریش. دیگه مگه یه گیمر از خودت چی میخواد؟ از یاد به آشی نریم و بریم سر اصل مطلب. کنسولهای دستی با اینکه قدرت کنسولهای خونگی رو ندارن و اکثر بازیشون از لحاظ گرافیکی ضعیفترن، ولی همچنان هم اون قابلیت قابل حمل بودن جذابیت خودش رو داشت. مثلا اولین تجربه جدی من با کنسولهای قابل حمل برمیگرده به کنسول محبوب PSP که از حق نگذریم بازی عالی و درجه یک کم نداشت. گاداوار، GTA و محبوب دل من یعنی متال گیر پیس والکر. متال گیر شاید اولین بازی زندگی من بود که بیش از 100 ساعت بازیش کرده بودم. بعد از PSP ما کنسول پلی‌استیشن ویتا رو داشتیم. کنسولی که در زمان خودش به شدت قدرتمند بود. این کنسول با اینکه بازی عالی کم نداشت، ولی اصلا نتونست فروش خوبی رو داشته باشه. تا اینکه یه سری اتفاقات ناراحت کننده افتاد. دیگه همتون میدونین که بعد از موفقیت PSP سونی پدر سوخته چه بلایی سر پلی‌استیشن ویتا آورد. پلی‌استیشن ویتا با اینکه کلی از لحاظ سخت افزاری پیشرفت کرده بود و توان پردازشی گرافیکی بیشتری داشت، ولی اشتباهات سونی باعث شد که این کنسول دستی خفن زود به فراموشی سپرده بشه. مثلا قیمت ویتا توی زمان عرضه $250 بود، اونم دقیقاً بعد از اینکه کنسول رقیبش یعنی نینتندو 3DS با قیمت $170 به فروش می‌رسید. از قیمت $300 نسخه دیگه‌ش هم که دیگه نگم براتون، یعنی شما فقط $50 بیشتر میدادید که علاوه بر وایفا خودش هم نت همراه 3G داشته باشه. و البته مشکل به اینجا ختم نشد. و اما اصلی ترین مشکل این کنسول مموری استیک های خاصی بود که سونی برای این کنسول معرفی کرده بود. سونی در یه حرکت عجیب یه مدل مموری کارت خاص برای این کنسول معرفی کرد که به شدت گرون بودن. اگه بخوام دقیق بگم یه چیزی حدود 10 برابر مموری های رایج بازار قیمت داشتن. سونی به طور احمقانه ای روی این مموری ها پافشاری میکرد و حتی در مدل اسلیم ویتا هم از خر شیطون پایین نیومد و به فروش این مموری ها با قیمت بالا ادامه داد. واقعا جای تأسف داره که کنسولی به خوبی ویتا به خاطر همچین تصمیم احمقانه‌ای شکست خورد و به فراموشی سپرده شد. از کنسول دستی پلی‌استیشن تا مدت‌ها خبری نبود تا امسال. امسال بود که شایعاتی از کنسول دستی جدید پلی‌استیشن به گوش می‌رسید. مثل اینکه سونی می‌خواست دوباره با قدرت به بازار کنسول‌های دستی برگرده. ولی خب وقتی که به صورت رسمی رونمایی شد، همه رو ناامید کرد. پلی‌استیشن پورتال اصلاً چیزی نبود که اسمش رو بشه یه کنسول دستی گذاشت. پورتال بیشتر شبیه یه نمایشگر دستی بود که دستی دوال سنس رو بهش چسبونده بودن. حالا می‌پرسین که چرا؟ چون شما برای بازی کردن برای این کنسول باید خود پلی‌استیشن 5 رو هم داشته باشین تا بتونین باهاش بازی کنین. اول ویدیو گفتم جذابیت اصلی کنسول‌های دستی قابل هم بودنشونه. حالا من اگه بخوام عین سفر PS5 رو با خودم ببرم که دیگه همونو بازی میکنم. حتی واسه یه استریم هم یه نت قوی لازمه که توی ایران اصلا نیست، چه برسه که توی سفر باشه. ولی خب برخلاف انتظار توی خارج خیلی از این کنسول ها استقبال شد. همین 2 هفته پیش بود که خبر اومد فروش PS پورتال فراتر از حد انتظار سونی بوده و به شدت ازش راضی بودن. این خارجی هم پول مفت زیاد دارن و. ولی جدا از شوخی به این معنیه که سرمایه گذاری سونی توی بازار کنسول دستی جواب داده. و مثل اینکه سونی میخواد هنوز سرمایه گذاری بیشتری هم بکنه. توی این هفته بود که یه ژورنالیست روسی به اسم آنتون لوگاینوف گفته که پلی‌استیشن روی یه کنسول دستی پورتاب کار میکنه. کنسولی که سخت افزار خودش رو داره و قراره به تنهایی به صورت آفلاین بازی ها رو اجرا کنه. و طبق گفته های ایشون قراره که روز عرضه از همه بازی های PS4 پشتیبانی کنه. خیلی
خیلی جذاب به نظر میاد، مگه نه؟ ولی زود قضاوت نکنید. این کسانی به ساخت کنسول پورتابل آفلاین رو آورده واقعا خبر خوبیه، ولی خب اینو در نظر بگیرید که رقیب سرسختی مثل استیم دک داره. الان تقریبا اکثر گیم‌های پلی‌استیشن 4 روی PC پورت شدن و این یعنی روی استیم دک هم میشه تجربهشون کرد. پس بهتره پلی‌استیشن پورتابل جدید از همین الان به فکر چیزی باشه که یه مزیت مقابل استیم دک بده. واسه این کار سونی باید از اشتباهات گذشتهش درس بگیره. بله، از اشتباهات PS Vita. سونی از همین الان باید به فکر بازی‌های انحصاری خفن برای این کنسول باشه. شما فکرشو بکن، یه اسپیناف از گاداوار یا The Last of Us چه قوقایی میتونه بپا کنه. از طرف دیگه اگه سونی بتونه هزینه‌های ساخت رو پایین‌تر بیاره و قیمت معقول‌تری نسبت به استیم دک ارائه بده، اون موقع است که میتونه مثل نینتندو سوئیچ کنسول موفق بشه. خب اینو از ویدیو امروز، امیدوارم که لذت برده باشین. حتما نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید در مورد کنسول های جدید سونی. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه و زنگوله هم حتما فعال کنید. تا بعدی، خدا نگهدار.